اشتراک مخالفان جمهوری اسلامی میتواند بر نگاه سیاسی آنان چیره شود؟ همبستگی چهره‌های سرشناس مخالف حکومت چه دورنمایی دارد و این همبستگی چگونه میتواند به یک نیروی عملی تبدیل شود؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. 109 روز است که صدای اعتراض و اعتصاب از سراسر ایران شنیده می شود. مردم در 40 کشته شدگان و مناسبت های دیگر گرده هم می آیند یا از راه های دیگری به ابراز مخالفت با حکومت می پردازند. شهروندان ایرانی خارج از کشور هم با گرد همایی ها و مراسم متعدد به حمایت از هموطنان برخواستند. اما انتظار عمومی از گروه‌ها، سازمان‌های سیاسی و شخصیت‌های برجسته خارج از کشور بیشتر است. مخالفان جمهوری اسلامی در خارج چه نقشی دارند و چگونه می‌توانند این نقش را ایفا کنند؟ همراه این با شهریار آهی، تحلیلگر سیاسی، خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران و علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب، خوش آمد میگم به همه شما. اجازه بدید صحبت رو با آقای عزیزی شروع بکنیم. آقای عزیزی، شما به عنوان نماینده یکی از احزاب کرد حضور دارید اینجا. به نظر شما احزاب سیاسی در خارج از کشور چه نقشی میتونن ایفا بکنن؟ بله، با سلام و درود به آقایان آهی و نوری زاده. حقیقتش اینه، این جنبش در داخل ایران، این خیزش عمومی، تنوعات بسیار زیادی داشته و خوشبختانه یه وحدت یا یه اجماع نسبی ما در داخل ایران میبینیم در سطح شعار و چگونگی سازماندهی این جنبش. ولی به دلیل اینکه دوباره متاسفانه در داخل ایران این امکان وجود نداره که رهبران این جنبش یا فعالین این جنبش بتونن اونجا دوروبر هم جمع بشن و از چگونگی درست کردن یه ائتلاف صحبت بکنن، لذا اهمیت و مسئولیت این مسئله بر دوش نیروهای خارجی، شخصیتهایی که در خارج از ایران هستن، منظورم اینه میافتد. در این رابطه ما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران معتقد هستیم که تا اونجایی که به این خیزش عمومی مربوط هست، مردم ایران حقیقتش این فعالیت زیادی داشتن و هزینه های زیادی رو دادن، ولی به صرف این خیزش و این تظاهرات نمیشه یه نظام سیاسی رو از بین برد. بایستی رهبری وجود داشته باشه، بایستی یه آلترناتیو وجود داشته باشه. حالا در خارج از کشور خوشبختانه امکان این وجود داره که شخصیت های مختلف، احزاب مختلف دور و بر هم جمع بشن. از این 110 روزی که از این خیزش عمومی گذشته یه آسیب شناسی بکنن. تجاربی ما داشته ایم، اینجا لازم است که تمام شخصیت ها و احزاب سیاسی در جهت چگونگی درست کردن یه نقشه سیاسی برای آینده ایران از مواضع شخصی و حزبی خودشون تعدیل کنن و در جهت منافع عمومی تأمین درست بکنن. پس میشه گفت عملی هست و به صرف این که ما در خارج از کشور هستیم دلیل بر این نیست که ما با داخل ایران و با مردم در داخل ایران رابطه ای نداریم. یعنی میخوام اینجا دوباره تأکید بکنیم که زمان این رسیده که یه ائتلاف، یه جبهه، یه آلترناتیو جدی علیه این نظام جمهوری اسلامی درست بشه. یه جنبش، یه خیزش. شما خودتون الان در صحبت گفتید 110 روز 109 روز حالا به هر حال در این فاصله که گذشته، چرا فکر می‌کنید الان دیگه وقتش رسیده؟ علتش اینه، ما فاز اولو بایستی بگذرونیم. فاز اول این مبارزه بود، این خیزش عمومی بود، این وحدت عملی و میدانی بین تمام تنوعات ایران بود. بالاخره نباید که این وضعیت همینطور ادامه پیدا بکنه. ما 100 روز دیگه هم دوباره اینجا آسیب شناسی بکنیم، باید 100 روز دیگه وارد فاز بعدی بشیم. فاز بعدی اینه که ما از آلترناتیو صحبت بکنیم و الا فقط باید که مستمر منتظر باشیم یه سال و دو سال و 10 سال احترازات و احترازات. به صرف احترازات نمیشه این نظام سقوط بکنه، رهبری لازم داره.
بسیار خوب، اجازه بدید همین محور رو با دو مهمان دیگه هم بررسی بکنیم. آقای آهی، به نظر شما الان وقت مناسب آلترناتیو سازی هست؟ و اصولا این آلترناتیو از نظر شما چه مفهوم داره؟ من حالا چون با آقای عزیزی بیشتر صحبت کردیم، در دوره بعدی همین سوال از خودشون میپرسم که از این آلترناتیو واقعا منظورشون چیه. ولی شما فکر میکنید الان ما در چه مرحله هستیم؟ مدت هاست درباره ائتلاف، همبستگی، همراهی، همگرایی حرف زده میشه. به نظر شما الان کجا وایسادیم و چرا این آلترناتیو سازی به گفته آقای عزیزی، ائتلاف و همبستگی و هر کسی یه ترمی برای این استفاده میکنه، چرا به این نرسیدیم؟ با کارخالد عزیزی موافقم. ببینید، این جنبش یه مرحله سلبی داره. ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. هماهنگی هم صدای شعار مشترک تو این مرحله خیلی ساده تره. تا وقتی به یه فاز ایجابی میرسیم، چی میخوایم؟ اونجاست که این جنبش با چالش های روبرو میشه. اونجاست که رهبری باید اون چالش ها رو حل بکنه. اون رهبری نمیتونه از یه باور، یه دید، از یه پایگاه حزبی سر در بیاره. این نخواهد تونست که اعتماد یه جامعه کاملا پلورالیست بزرگ 85 میلیون نفری رو به دست بیاره. اون باید کفایت‌هایی رو نشون بده که بخشیش الان لازم هست، مثل کار در صحنه بین‌المللی خیلی خوب داره انجام میشه. اصلا همچین استقبالی از یه حرکت مردمی علیه دیکتاتوری واقعا سابقه نداشته که جامعه بین‌المللی داره میکنه. اگه میخواید وارد جزئیاتش میتونیم بشیم. باید کمک کردن به محمد مدنی، شگردای خاص خودشو داره، جنبه های تجمیعی داره، تدبیر میدانی با میدان، البته در داخل کس نمیتونه به اون کمک بکنه، ولی تجمیعش در خارج خود شما خانم دکتر صابه توی رسانه ها خیلی کمک میکنی، برای خبررسانی از یه گوشه به یه گوشه دیگه، تحلیل های مشترک. بخشش امید دادن به یه آینده است. حرکت امروز جوانان در ایران بخشش متوجه به یه پنجره به سوی آزادی، به یه آینده بهتره. اون آینده بهتر رو کارآفرینان ایرانی، نوآوران میتونن نشون بدن در چه دنیایی اون جوان ها میتونن زندگی بکنن. و آخرش یه کار سیاسی هست. اون کار سیاسی از یه بازی مجموع صفر احزابی که برای رقابت سر نوع حکومت به وجود اومده بودن نمیتونه سر در بیاره. ولی افرادی از اونها که خب یه قدری حاضر هستن که تعلقات حزبی خودشون رو تعلیق کنن با انتخابات آزاد آینده و فعلا به فکر آزادی مردم باشن، کنار همدیگه قرار بگیرن. چهرهایی هم که گفتین حضورشون مهمه، کاری که اونا در صحنه بین‌المللی میکنن، توجهی که به خودشون جلب میکنن مهمه، اما کافی نیست. سازمان هم لازم هست، مشارکت نیروهای سیاسی که بتونن عقبه خودشون رو، پایگاه های اجتماعی خودشون رو یه توافق جامع برسونن لازمه. این کاریه که الان باید واردش بشه. آقای فقط من یه تصریح از شما بگیرم در بخش اول صحبتتون. اشاره کردی به اینکه الان جای افراد هست نه احزاب. پس این وسط معنیش اینه که اون احزابی که وجود دارند میبایست نادیده گرفته بشن، کنار گذاشته بشن، افرادی از دل اون احزاب بیان جلو. این سازماندهی که شما دارید ازش حرف میزنید از کجا باید تامین بشه نیروی انسانیش؟ تمایل احزاب رو باید جلب کرد، ولی ببینید خود احزاب ساختارشون برای بازی دیگریست، برای رقابت، برای تشکیل دولتی که از دلخواه خودشون باشه. اسامیشون هم روشونه، وقتی که میگین حزب چپ، این برای اینه که رقابت بکنه که حکومت چپ رو سر کار بیاره. حزب مشروطه ملی مذهبی ها هستن، خواستگاه های فدرالیست هست، خواستگاه های مختلفی وجود داره. این احزاب برای اون به وجود اومده. احزاب برای یه کار جامع مشکلاتی که پیدا میکنن دوگانه است و اینو بارها از نمایندگان خود این احزاب دیدیم. مثلا اتحاد جمهوری خواهان میگوید که سیاست ورزی مشترک نمیتونیم بکنیم با هم دیگه، یا بعضی‌ها میگن بلوکی رو که درست کردیم تضعیف میشه، اگه بریم جای دیگری کار مشترک انجام بدیم. به این دلیل باید نیروهای آزاد بشن از درون این احزاب با همکاری با هم دیگه،
عقبه پایگاه اجتماعی اون احزاب رو هم متمایل به خود بکنه. بسیار خب، بیشتر راجع به همین موضوع اگر که ممکن باشه صحبت بکنیم. آقای نوریزاده شما چطور میبینید قضیه رو و به نظر شما اصلا این صحبتی که آقای آهی مطرح کردن و صحبتی که آقای عزیزی مطرح کردن در مورد آلترناتیف سازی و لزوم وجود آلترناتیف و همینطور اینکه از دل احزاب میباید از خواست بیرون بیان، نه خود این که خود احزاب لزوماً وارد یه تشکیل ائتلافی بشن، شما نگاه من با یک با سلام به شما دکتر آهی کارت خالد و بینندگان عزیزتون و ملت بزرگ ایران. ببینید خانم دکتر ثابت، زمانی که احزاب تو این 43 ساله در تشکل حزبیشون ظاهر شدن، هرگز نشست هایی که بوده به نتیجه نرسیده. برای اینکه مثال میخوام بگم، احزاب کرد حقشونه، احزاب بلوچ، احزاب عرب ایرانی، اینا حقشون، یعنی آقا مسئله فدرالیسم رو باید حل کنیم، مسئله خودمختاری یا خودگردانی هر چه اسمشون میشه، این بلا فاصله با واکنش یه مجموعه دیگر از احزاب روبرو میشه. بنابراین آنچه دکتر آهی میگه بسیار دقیق و درست. من با کارت خالد 10 روزم بشنم صحبت کنم دعوامو نمیشه، بحثی نمی کنیم. در قالب کارت خالد مبارز سیاسی که بهش اعتقاد دارم، اطمینان دارم، من با کاک عبدالله بشنم، با کاک مصطفی هجری هیچ مشکلی باش ندارم، با دوستان بلوچ، با دوستان عرب اصلا مشکلی ندارم. ولی وقتی تشکل حزبی میشه اون وقت درگیری ها شروع میشه، برای که هر حزب آرمانی داره، مانیفستی داره، باید در قالب اون حرکت بکنه. اما اگر حزب برای چند ماه افراد برگزیده خودش رو آزاد بگذاره که بیان در قالب یک شورا، یک مؤتمر، کنگره، ببینید من بذار بیرون درواسی حرف بزن، هم دکتر آهی اینجاست که خیلی نقش موثری داره، هم کارت خالد. من دیروز و این تصویرهای امروز که میدیدم تو برنامه خودم پخش کردم، تصویری در مفدش منو تکون داد. ببینید مردم چی میگفتن؟ ولی عهد کجایی؟ به داد ما میایی یا بیایی؟ به داد ما، یعنی مردم نعرهشون رو زدن، کشتشون رو دادن، اعدامشون رو دادن، الان منتظرم نه خارج چی کار میکنه. من بارها به خود شاهزاده رضا پهلوی هم گفتم، دکتر آهی هم میدونه، دوستان دیگر، که آقا شما یک بار اعلام کردی که شاه نیستی، الان مقامی نداری و میخوای در آزادی ایران مشارکت داشته باشی و فردا در ایران اگر بهت نقشی دادن اون نقش رو افو کنی، وگرنه مثل بقیه مردم رأی تو بدی تو رفراندوم یا تو مجلس مؤسسان، نماینده حزب در رأی. گفتم به ایشون، جلو خود دکتر آهی هم گفت، گفتم وقتی یه عده دور میز نشستن شما وارد بشی به جلوت بلند میشه، این دلیل نیست که شما رئیسی یا شاهی، دلیل بر این که برات حرمت قائلن، بالاخره یه جایگاهی داری، امتحانت کردن، تالا تو این 43 سال حرفایی نزدی که بوی استبداد بده، یا یکی بیاد بگه صدای پای فاشیسم. بیا جلو، چرا دعوت نمی کنی از کارت خالد؟ چرا دعوت نمی کنی از بقیه؟ آقا بیایم با هم بنشینیم، حکومت تعیین نکنیم. آقای نوریزاده چرا تا الان این اتفاق نیفتاده؟ اگر اونجوری که شما دارید میگید مردم در ایران شعار دادن، اگر اونجوری که دارید میگید که به هر حال او برای خودش حقی به عنوان یک پادشاه دیکتاتور قائل نیست، میگوید من هم رأی از درمیان دیگران دارم، چرا فکر میکنید خود او قدم جلو نذاشته تا الان؟ من فکر میکنم یک تجربه داشت خیلی تلخ. ایشون اومد یه مصاحبه مطبوعاتی کرد، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، همه ما هم پخشش کرد. یکی تو این مصاحبه صدای پای فاشیسم رو شنید، بنده تو برنامه خود شما با ایشون بحث کردم، آیا صدای پای فاشیسم میمد؟ ایشون باز فکر میکنه اگه فردا بیاد بگه بریزن سرش که آقا تو چیکاره افتادی جلو. ولی من فکر میکنم اول میشه شخصیتی مثل دکتر آهی نشست‌های تمهیدی یا مقدماتی رو برگزار کنه، بعد در یه روز ملت با شادمانی ببینن همه دوره هم دست هم دیگر رو گرفتن
و اون وقت باور کنید این نهضت پیروز میشه. ولی همینجوری مردم کشته بدن، خب فاز اول تموم شد، فاز دوم خارج. ما با تظاهرات نمیتونیم رژیم رو بندازیم، ولی میتونیم با یک شورا، با یک، خدا شاهد من یادم نمیره، آمریکایی‌ها آوردن، آقای خلیلزاد آورد، ولی 250 تا عراقی نشستن، همه شخصی تا امروز هم حکومت دستشونه. حالا به کمک آمریکا بیدار، ما احتیاج به کمک آمریکا نداریم، ولی اگر ما تونستیم اینو تشکیل بدیم، وقت آمریکا مطمئن باشه به حرف ما گوش بده. بسیار خوب. البته در هر دوی اینهایی که شما مثال هایی که زدید، به هر حال صحبت های متقابلی وجود داره، حالا از چلبی سازی گرفته تا اون چیزی که در افغانستان اتفاق افتاد. آقای عزیزی، شما فکر میکنید که این، اشاره کردید به بحث آلترناتیو سازی، با صحبت های دو مهمان دیگر فکر میکنید این آلترناتیو سازی چگونه باید شکل بگیره و اصولا حول چه محوری باید شکل بگیره، چه گام عملی میشه براش برداشت؟ من امیدواریم این هست که با حضور شما سه مهمان در این برنامه بتونیم بیشتر از اون حرفای کلی که تا الان مطرح شده جوابهای دقیق تری پیدا بکنیم برای افکار عمومی که مدام این سوال رو داره که چرا ائتلاف شکل نمیگیره، چرا در بیرون همبستگی جدیش رخ نمیده، چرا اون شورایی که بتونه نمایندگی بکنه اتفاقهای درون رو تشکیل نشده، با توجه به اینکه تقریبا هر سه شما همین رو گفتید که فقط با اعتراض در درون نیست که میشه حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد یا به پیروزی نهایی رسید. ببین خانم ثابت، من حالا خوشبین هستم اگه این بحثا رو مقایسش بکنم با بحثایی که یه سال قبل، دو سال قبل داشتیم، فکر کنم ما پیشرفتای زیادی داشتیم. حالا به صورت جدی و دقیق از آلترناتیو سازی صحبت میکنیم. من فکر میکنم این بحثایی که دوستان عزیز آقای آهی و آقای نوریزاده داشتن، از یه لحاظ من با اونا اختلاف نظر دارم، اونم اینه که نبایستی این روند به زدایی تبدیل بشه. اصولا در جوامع دموکراتیک هم این حزبا هستن که با هم رقابت دارن و اصولا مایسی در این پروسه‌ای که علیه نظام جمهوری اسلامی وجود داره، ما دنبال سازماندهی هستیم، مردم و شخصیت‌های سیاسی رو تشویق بکنیم که خودشونو متشکل بکنن، خودشونو در چارچوب احزاب و گروه‌های مختلف سازمان بدن. اون موقع راحت‌تر این سازمان‌ها و احزاب مختلف میتونن وارد یه پروسه ائتلاف بشن. این بدین معنی نیست که من نقش شخصیت‌ها یا چهره‌های مختلف و که فعال هستن در خارج از کشور علیه نظام جمهوری اسلامی نادیده بگیرم، نه به هیچ وجه. من برای همه اونایی که چه به صورت شخصیت‌های مستقل چه به صورت سازمانی و احزاب فعالیت می‌کنند، براشون احترام قائل هستم و معتقد هستم باید همه بایستی نقشی داشته باشن. ولی اگه برگردیم به اصل مطلب، آیا ما در نقطه درست کردن ائتلاف هستیم، جبهه هستیم، دولت موقت؟ من فکر کنم که در میان ما ایرانی ها در خارج از کشور این بحث ها زیاد ادامه داشته. ما بیشتر دنبال آنالیز و تحلیل هستیم. شاید اگه ما بعد حزبی، بعد سازمانی این مسئله رو بهش زیاد اهمیت بدیم، این بحث ها در داخل احزاب و سازمان های مختلف منعکس بشن، اون موقع بیشتر مشوق این بشه که این پروسه جدیتر روشکار بشه. ما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران حقیقتش اینه هیچ خط قرمزی نداریم. ما معتقد هستیم همه اونایی که صرف نظر از گذشته تاریخی، بک‌گراند سیاسی، ایدئولوژیک، فکری، تعلقات منطقه‌ای که دارن، بایستی در این پروسه سهیم و شریک باشند. میگید خط قرمزی نداریم. واقعا هیچ خط قرمزی نداریم؟ یعنی اگر هر چیزی در هر قالبی به شما ارائه بشه شما همراهی میکنید؟ مگه میشه همچین چیزی؟ ببینید، نه، منظور من اینه موقعی که من از خط قرمز صحبت میکنم، تمام اونایی که علیه نظام جمهوری اسلامی مبارزه میکنن حق خودشون در این پروسه سهیم باشن. اگه ما همه با هم وارد این پروسه شدیم، اون موقع میتونیم دیدگاه های مختلف، راحل های مختلف روش صحبت بکنم. چرا من به خط قرمز اشاره میکنم؟ متاسفانه ما ایرانی ها تجربه دموکراسی نداشتیم، تجربه کار مشترک با هم نداشتیم. همیشه ایران یه جامعه چند قطبی بوده، ایدئولوژی های مختلف در ایران شکل گرفتن، احزاب بر مبنای ایدئولوژی های مختلف درست شده
درست شده است و فلسفه و انکار بقیه همیشه در میان این احزاب بسیار شدید بوده، نه تنها در میان احزاب بلکه در میان شخصیت‌های مختلف. یعنی میخوام اینو بگم اگه قرار باشه شعار مردم در داخل ایران از فارس و آذری و کرد و عرب و بلوچ با همه تنوعات خودش میگن که جمهوری اسلامی باید بره، دموکراسی باید استقرار پیدا بکنه، پس نقاط مشترک ما زیاد داریم، نقاط اختلاف نظر بسیار کمتر است در این پروسه. واسه همین میگم نبایستی این خط قرمزها و از همین از بد وارد این پروسه شدن درستش بکنیم و یه بریر یا یه موانع یا یه دیواری رو درست بکنیم که دیگه اون موقع جامع نباشه، همه گیر نباشه. شما الان در چه مرحله هست؟ حزب شما با کسی برای ائتلاف گفتگو کرده؟ خود شما اصلا آماده تشکیل ائتلاف با گروه‌های دیگه هستین؟ چیزی انجام شده؟ کسی شما رو دعوت کرده؟ ببینید هیچ دعوت مشخصی از حزب ما نشده، چون تا به حال بیشتر مسئله بین شخصیت‌های از چهره‌های شاخص علیه جمهوری اسلامی بودند. ما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران با هیچ حزب و سازمان و گروه شخصیت علیه نظام جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنند در خارج هیچ مشکلاتی نداریم. خود ما با تمام این طیف‌ها در رابطه بودیم، در نشست بودیم، صحبت‌های زیادی داشتیم، مشورت‌های زیادی داشتیم. من تو صحبتام اشاره کردم حالا زمینه بیشتر از گذشته است، میشه وارد فاز دوم این مرحله بشیم، بتونیم یه نقش سیاسی جدی داشته باشیم که این کلوسیو باشه، یه اجماع نسبی ما داشته باشیم در این پروسه. بسیار خوب، برمیگردم به این بحث اجماع خدمتتون. آقای آهی، شما اشاره کردید، گفتید که احزاب برای رقابت به وجود آمدن و الان میباید جای چهره ها در واقع باز بشه و چهره هایی از درون این احزاب بیان. صحبت های آقای عزیزی را هم شنیدید که من بهش اشاره نمی کنم. در کنار این، آقای نوریزاده از حضور چشمگیرتر شاهزاده رضا پهلوی در واقع نام بردن و اون رو مطرح کردن. خود او داره میگه ائتلاف بین اشخاص نیست، بین احزابه. این وسط بالاخره چه اتفاقی داره میفته؟ آیا واقعا اپوزیسیون نگاه مشخصی داره که داره چیکار میکنه، چیکار باید بکنه؟ اولا یه خبر خوب خانم دکتر ثابت، این جنبش در روح این خیزش انقلابی که در ایران هست، برای که خیلی از گسلهایی رو که جمهوری اسلامی سعی میکرد برجسته بکنه، جنسیتی، اتنیک، طبقاتی، داخل و خارج، امثال مختلف، این جنبش واقعا درو کرد و کنار گذاشت برای جاش. طبیعت این جنبش، روح این جنبش چیزیه که برتری جویی رو از هر گروهی نسبت به گروه دیگه رد میکنه. این خواست این جوان هست، مدرنه به مفهوم ما مشخص خودش، همینجور زن شروع میکنه که توی این گسل جنسیتی بزرگترین بهار داده توی جمهوری اسلامی. همه اینا واقعا کمک میکنه. اما میایم به سر ساخت آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی. ببخشید همینجا میونه صحبتتون، این عبور کردنی که شما در جامعه میبینید رو، این درایت رو در خود اپوزیسیون هم میبینید که اونها هم از این عبور کرده باشند و به یه همچین نگاه جامعه‌ای رسیده باشند؟ میخواستم بگم خوشبختانه اثر میذاره دیگه. به هر حال اپوزیسیون کور که نیست، نگاه میکنه، ولی این جنبش جلوتر بود از اپوزیسیون. واقعا در کنار گذاشتن این تعصبات، این گزلها، و بیشترشون برای این بود که انقدر زجر کشیده بود تحت جمهوری اسلامی با برجسته کردن این گزلها که واقعا اراده این رو داشت که این گزلها رو رد بکنه، بگه وجود نداره و در درونش وجود نداره. گزلهایی که هنوز تو جامعه پیشرفته وجود داره، مثلا نژادی، مثلا واقعا شما اگه ببینید نمونه هایی هست که حتی مثلا یه سیاه‌پوست ایرانی رو نشون میدن دوست دارن برای اینکه بگن اصلا مشکل نژادی ندارن. واقعا برجسته و مترقی. اینی که تحسین دنیا رو برانگیختن، برای همین دنیا فهمیده چقدر متمدن اینجا. به هر حال روی اپوزیسیون اثر میذاره. اما بیایم سراغ آلترناتیو. وقتی که به مرحله ایجابی میرسیم، با چالش های روبرو هستیم، بلاشن همین ائتلاف که داریم صحبت چه میکنیم، در ائتلاف اوزان خیلی مهمه. کدوم بخش ائتلاف چه وزنی داره؟ باید متریک واحدی وجود داشته باشه برای تشخیص این اوزان. ببینید شما اگه
یه وزن یک کیلوی تون با وزن یک کیلوی من فرق داشته باشه، چجوری با هم معامله بکنیم؟ یک کیلو سیب بخریم با هم دیگه؟ نمیشه که. همین اوزان به وجود نیامده بین احزاب. به این دلیل هست که در گذاشتن زیربنای یک نظام جدید، نه اون رقابت روبنایی که تعیین میکنه که کی میاد حکومت در دست میگیره، ولی زیربنا چیه؟ زیربنا مثلا اون نهادی که اعتماد مردم رو جلب میکنه برای اینکه انتخاباتی که میذاره واقعا آزاد و منصفانه باشه. خب اون کار احزاب نیست. ما متاسفانه کنگره ملی آفریقا رو یا مثلا اون کانستیتوشنال کانگرس آمریکا رو که زیربنای یه دموکراسی جدید رو مثلا در آمریکا و آفریقایتون رو میگذاشت رو نداریم. اون کار حزبی نبود، احزاب نبودن که اونو تشکیل دادن. نیروهای از باورهای مختلف آمدن برای اینکه عقبه های مختلف اجتماعی خودشون رو باشون اعتماد سازی بود. خب سازماندهی شکل گرفت اونجا آقای آهی، من معذرت میخوام وسط صحبتتون، ولی برای اینکه حالا بتونیم دقیق تر صحبت بکنیم، سازماندهی شکل گرفت. شما خودتون اشاره کردید، گفتید مثلا اگر احزاب دارن میان، احزاب چپ فرضاً برای این به وجود اومده که خب نگاه چپ رو حاکم بکنه، رقابت های بعد از تشکیل حکومت رو در واقع اینها دارن پی میگیرن. اما نمیشه از نقشه اینها غافل شد در پیش از سرنگونی جمهوری اسلامی. الان در مرحله هستیم که اگر این احزاب با هم یا احزاب شخصیت ها همه در کنار هم، هر آن کسی که مطرح است در بیرون از ایران نتونه به این دریافت برسه که ما میبایست همین الان گام های جدی برداریم، آلترناتیو سازی کنیم، سازماندهی کنیم، برنامه‌ریزی کنیم، استراتژی تعریف بکنیم، اون وقت همین ها در فردای جمهور در فردا به نسل امروز ایران باید پاسخگو باشن. من یک مثال مشخص خدمتتون عرض میکنم در مورد اریتره. به طور مشخص بعضی از تحقیقاتی که انجام شده اینه که اگر اریتره به جای نرسید، در واقع به دلیل این بود که اپوزیسیون در خارج از کشور نتونست یک جبهه واحدی تشکیل بشه، اختلافاشون هیچ وقت حل نشد. این همین الان به عنوان یکی از اهرم‌های ناامیدی و در واقع سست کردن پیوند بین داخل و خارج مطرح شد که الان وضعیت اریتره رو شما دارید می‌بینید. خانم دکتر سعود، من خیلی خوشبینم به اینکه این آلترناتیو رو ایران رسیده، جامعه سیاسی ایران به این رسیده که میتونه این رو تحویل بده. همونطوری که عرض کردم، احزاب رو در نظر بگیریم. در حزب مثلا یا حزب مشروطه، افرادی هستن که مهمترین چیز براشون حفظ اقتدار اون بلوک که ساختن، 30 سال روش کار کردن ساختن، نه همکاری با بقیه نیروها. خب اونا واقعا رول مهمی رو در ساختن زیربنای سیاسی برای ایران جدید نمیتونن بازی. اونا میتونن بله، خیلی خوب اون ساختارهای حزبی شد برای رقابت روی روبنا. وقتی که یه نهاد برگزار کننده انتخابات که اعتماد کل مردم رو به دست گرفته میتونه انتخابات بذاره، اونجا برن رقابت بکنن. این در واقع یه پوشش برای این نیست که ما احزاب قوی نداریم آقای آهی. ما اگر حزب قوی داشتیم، الان آقای عزیزی هستن، حزب دموکرات 80 سال سابقه داره، احزابی که دارید ازشون اسم میبرید احزاب قوی نیستن، در فضای سیاسی نقش جدی خیلی نتونستن ایفا بکنن، الان نمیتونن طرفدارانشون رو در واقع تجمیع بکنن. علتش این نیست در واقع؟ دو مقوله مختلفه. ببینین، اگر حزبی قوی بود ولی قدرتش در این بود که به پایگاه اجتماعی خودش وعده داده بود که تو در مقابل پایگاه اجتماعی دیگه برنده میشین، با وجود اینکه حزب قدیمی بود نمیتونست رول مهمی رو در ساختن زیربنای دموکراسی جدید بازی بکنه. البته اینم هست که حزبی که ضعیفه، با عقبه اجتماعی خودش در ارتباط نیست، اصلا مهم نیست، حزب قوی نیست، کاری نمیتونه انجام بده، چه امروز چه فردا. ولی میخوام بگم قدرت یه حزب علامت صلاحیتش برای شرکت در یه ائتلاف، برای شرکت در ساختن زیربنای سیاسی آینده ایران نیست. این دو مقوله مختلف. بسیار. ببخشید آقای نوریزاده، من برمیگردم خدمتتون، فقط چون در مورد احزاب خیلی صحبت شد. آقای عزیزی صحبتی اگر دارید در مورد یک دقیقه لطفا بفرمایید، نظری دارید در این باره؟ نه، من فقط اینجا میخواستم به دلیل اینکه من
در حزب دموکرات کردستان ایران کار میکنم. من فکر میکنم اگه ما ایده سازماندهی و اولویت بهش بدیم، اون موقع این پروسه راحتتر میتونه به نتیجه برسه. چرا؟ موقعی که یه شخصیت مستقل، یه چهره سیاسی تنها در مقابل خودش مسئولیت داره، ولی یه حزب سیاسی به اعتبار موقعیت و نفوذی داره میتونه اینو در جامعه نهادینش بکنه. واسه همین من معتقد هستم کمک کردن به پروسه سازماندهی و حضور احزاب و شرکت احزاب و از این مبنا در روند ائتلاف حرکت بکنیم بیشتر کمک میکنه به آینده ایران که بایستی بازسازی بشه. خب خود شما فکر میکنید چطور احزاب رو باید گرد هم آورد؟ احزاب چقدر گسترده هستن؟ موفقهاشون کدوم ها هستن؟ اون وضعی که آقای آهی اشاره کردن رو چطور باید بهش توجه کرد که به اندازه وزنشون بیان جلو، ولی در این حال متوجه این باشن که اینجا جای سهم‌خواهی نیست، اینجا جای اینه که هر کسی هر آنچه که در توان داره بذاره، حکومتی که بر سر کار است و آینده و زندگی امروز ایرانیان رو دچار اختلال جدی کرده رو از راه بردارن و بعد به این نتیجه برسن که بر اساس اقبال عمومی و رأی جامعه که دموکراسی ایجاب میکنه سهمشون رو بگیرند از آن چیزی که در فردا ایران هست. این رو چطور باید حالی کرد بهشون؟ من این مشکلاتی رو که آقای آهی به درستی بهش اشاره کردن متوجه هستم، ولی ما حداقل به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران قطعا دنبال سهم خواهی به این در چارچوب حزبی نیستیم. ما معتقد هستیم باید یه تعریفی از ایران داشته باشیم. موقعی که یه تعریفی از ایران داشتیم، یه صورت مسئله‌ای داشتیم، بعد همه ما به عنوان ایرانی‌ها میتونیم این نقش سیاسی آینده و چگونگی درست شدن این ائتلاف روش صحبت بکنیم. مسئله به هیچ وجه سهم خواهی نیست. علتش هم همینه که من دوباره تاکید میکنم نبایستی به فرهنگ حزب زدایی کمک بکنیم. این به نفع آینده ایرانی است. بالاخره در آینده هم این مردم بایستی یاد بگیرن. منظورتون چی هست آقای عزیزی؟ منظورم اینه که وارد یه پروسه نشیم که اونجا بین احزاب و چهره ها و شاخص ها یا سلبسته های مختلف یه رقابتی ایجاد بشه و جامعه کاملا تقسیم بشه بین سلبرتی ها و احزاب و اصولا ایده احزاب و کار سازمانی رو به کنار بگذاریم. از این جهت من به این مسئله توجه دارم. بسیار خب آقای نوری‌زاده، در مورد سریلانکا یک تحقیق مفصلی انجام شده که در اون این تحقیق در سال 2021 در انستیتوی اروپا نمونه سریلانکا رو که بررسی میکنه نتیجه میگیره این داخل کشور بوده که به اپوزیسیون خارج جهت و نیرو داده. فکر میکنید الان با وضعیتی که ما در خارج کشور مواجه هستیم، در عدم شکلی ائتلاف در این ابتدای صد روز دوم خیزش انقلابی و هزینه جدی که مردم در داخل میدن، در واقع میبایست اینها این نیروی از داخل ایران دیگه بیاد بیرون، این جهت دهیه از اونجا باشه، اونها به مردم به اپوزیسیون خارج بگن که به چه مسیری باید بریم؟ ببینید خانم دکتر ثابت، سریلانکا رو با ایران نباید مقایسه کرد. سریلانکا مثل هند و پاکستان میراثی بود برای خاندان باندرانایکه، بعد از او دخترش، و بعد این حالت میراث‌خوری خلأ ایجاد میشد و سریلانکا به اون راه رفت. بعدم اپوزیسیونی به اون معنای حقیقی در خارج نداشتن، تامیل‌های طرف بودن و اونای دیگه که پیوند کلی سریلانکا رو می‌خوام. خب آقای میرزاده، مقایسه اگر بخوایم به طور مشخص بخوایم نگاه بکنیم، بله هیچ کشوری رو با هیچ کشوری نمیشه مقایسه کرد. ولی مطالعات تطبیقی در واقع برای این هست که شباهت‌ها و تفاوت‌ها رو به نوعی در نظر بگیره، اما در این حال یک مسیر بده، یک تراجکتوری بده به اون چیزی که در حال حاضر در ایران داره میاد. وگرنه اونجوری که خب هیچ کشوری در دنیا نیست که یک کشور دموکراتیک باشه، ایدئولوژیزه هم باشه و همه چیز رو قرار باشه در قالب خودش جواب بده. من جمله رو تموم بکنم، عبارتمو ببینید. شما در ایران کشوری هستید با اقوام متعدد. رژیم جمهوری اسلامی از اول تهمت جدایی خواهی چسبون. من یادم نمیره 20 سال پیش به دوستان کردم و دو سه بار به کاک عبدالله مهتدی گفتم کردستان این بار آذربایجان مشروطه خواهد بود. ایمان داشتم به این و ایمان دارم به این و خدا رو شکر امروز بلوچستان هم بهش اضافه شد، آذربایجان و خوزستان هم اضافه شد. این نشون دهنده اینه که ما ملت واحد هستیم.
دارای اقوام متعدد که حق و حقوقشون باید در هر حکومت آینده تضمین بشه. بس دیگه اینقدر ظلم باید تضمین بشه. حالا من اینی که نمیخوام هی بحث ما کج و کوله بره، برمیگردم باز به شاهزاده. تنها کسی بوده تو این جمع که درباره حقوق اقوام خیلی سریع صحبت کرد، با خود من گفته بود کرده، گفته با دیگران گفته، این حق رو به رسمیت میشناسه. بنابراین اگر دعوت کرد از کاک خالد میدونه نمیخواد سرش کلا بذاره، اگر از کاک عبدالله، اگر از بقیه دوستان اقوام دیگه، اون وقت احزاب میتونن حضور پررنگ داشته باشن، منتها نمایندگانی رو اعزام بکنن که علاوه بر اینکه نماینده اون حزبن، ولی به عنوان شخصیت هایی که خیلی حرف قشنگی زد، ما خط قرمز نداریم. کار خالد بود. چند نفر از ما هستیم؟ دکتر راهی الان اشاره کرد به بعضی از مشروط طلبان که خیلی خط قرمز دارن، خیلی خط قرمز دارن، بنده رو اصلا دشمن میدونن، حالا وای به حال بقیه. بنابراین میخوام بهتون بگم این نگاه در همه گروه ها هست، اما بعد این آزادمنشی و بزرگمنشی رو داشت، یه مقدار اون خواستهای بسیار مهم حزبی رو که بایدم پیاده بشه، کمپرومایز در مجلس مؤسسان در روزهای بعد از جمهوری نکبت اسلامی، ولی امروز ما نیاز به یه شورا داریم، کنگره، شورا، هر چی اسمشو بخوایم بذاریم. من اعتقاد دارم تا این شورا تشکیل نشه این انقلاب به پیروزی نمیرسه، برای اینکه مردم در داخل جان دارن میدن، بچه دارن میدن، انتظار دارن بیرونم یه غیرتی نشون بده دیگه. آقای نوریزاده تمام دغدغه ما توی این برنامه همینه، این شورای چطور باید تشکیل بشه، از کجا باید شروع بشه، کی باید تشکیل بشه، یعنی فرمولی دارین شما؟ من مایلم همین سوال از دومه میگم بپرسم، فرمولتون چیه برای این؟ دارم. مهندس آرشیتک دکتر شهریار آهی قشنگ این کارو بلد بکن. هر تشکیلاتی تا حالا درست شده آهی توش بوده. خود من با ایشون در دو سه جا بودیم، چندین جلسه و کنگره داشتیم. دکتر آهی میتونه شاهزاده رو بشونه، دوستان دیگر دعوت کنه، یه نشست غیر علنی داشته باشن، چارچوبای کوچکی رو به توافق برسن، بعد اعلام بکنن، رأی گیری هم بکنن، یه نفر بشه سخنگو، رئیس هم نمیخواد، یه نفر سخنگو بشه، یه نفر منشی بشه، یه نفر سخنگو، برن جلو. بذارین نظر آقای آهی همین الان بشنویم. آقای نوریزاده، آقای آهی بله ببینین، من که کوچیک دوستان هستم، چون باید شاید کوچیک دوستان بود برای اینکه مقاومت تحریک نشه، ولی خیلی فاکتورهای مختلف باید به این کنگره برن به صلاحیت یا آلترناتیو برای ایران داشته باشه. همشون هم سیاسی نیستن، بعضی چهرهای رسانه‌ای پیش لازم، بعضی چهرهایی که سیاست بین‌المللی می‌فهمن، بعضی ها که میتونن اقتصاد ایران رو بازسازی بکنن، و البته سیاسیونی که بتونن همه اینها رو وضع بکنن، و البته افرادی که اعتبار توی حزب و سازمان خودشون داشته باشن، و نه فقط اونها، بعضی چهره هم هستن، مطرح هستن در سطح بین‌المللی، به عضو حزبی نیستن، اونها هم باید باشن، همه اینها باید در یک کنگره جمع بشن. بعد موقعیت اولا چطوری تعیین میشه، کی انتخاب میکنه؟ ما 6 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه نداریم، میخوام یه دور دیگه صحبت کنم مهمونا. اون هسته مرکزی که میتونه دولایی بشه وست بکنه به هم دیگه، باید با تجربه ترین مردان، زنان یا جوانان سیاسی ایران باشن. الان ما جوانای خیلی با تجربه هم پیدا کردیم، صندلی های خالی که در داخل ایران هستن، مثل حسین رونقی و مجید توکلی رو دست کم نگیریم، یا زندانیان سیاسی صندلی های خالی اونها به سخنگویان اونها در این کار، نسرین محمدی، نرگس توسی، امثال
بله. همه اینها یه هسته مرکزی که اینها رو به هم دیگه وصل میکنه، همونطوری که دکتر نوری‌زاده گفتن با صحبت‌های اولیه مقدماتی ترتیب کار رو بدن تا نشست اون کنگره که همه این چهره ها توش باشن. اون کنگره برای چی؟ الان کجای کاری؟ هفت نشست‌های هفت صحبت‌های داره میشه. اینه الان مثلا افرادی هستن از چپ و راست که هم دیگه میشینن چندین جلسه از کنار هم دیگه نشستن که اصلا با هم دیگه حتما حرف نمیزنن. الان نمایندگان فراگیرش میدونیم چی هست، چه گروه هایی حداقل هستن؟ میدونم ممکن نتونین اسم ببرین ولی دامنه فراگیری اینها چیه؟ چون یکی از چیزهایی که در مورد این پیام همبستگی یه چیز ساده بود عنوان شده بود این بود که خب از گروه های مختلف خیلی کمتر توش نمایندگی داریم، چند نفر هستن و این نگرانی ها رو ایجاد کرده بود که ممکنه ائتلافی اگر قرار بشه شکل بگیره فقط همین چهره ها باشن کافی نخواهد بود، خیلی از چیزها توش لحاظ نخواهد شد. ببینید اون هسته مرکزی خودش لازمی جامع شرایط باشه، مهارت های ستاد پارلمانی رو باید داشته باشه. از بزرگترین مشکلات یه دموکراسی جدید اون مهارت ها کسی کتاب نمیشه یاد گرفت، مثل ورزش، مثل تنیس بازی کردن رو باید تو میدان تنیس یاد بگیری. اونا که تجربه کار دارن ولی شکل نهایی کنگره حتما باید جامعه و در برگیرنده همه نیروهای سیاسی. بسیار خوب آقای عزیزی، شما اگر صحبتی دارید میشنم. ببینید خانم ثابت، نسخه های مختلفی رو میشه ترک کرد و این نسخه ها از این نسخه های مختلف ما میتونیم یه نسخه کامل تر درست بکنیم. تا آنجایی که به حزب دموکرات کردستان ایران مربوط هست، من قبلا اشاره کردم که ما خط قرمزی نداریم. چرا؟ ما آمادگی رو داریم با تمام جریان ها، مشروط خواهان، جبهه ملی، جمهوری خواهان، جریان های چپ دموکرات، کنگره ملیت ها، همبستگی، شورای گذار، شورای تصمیم، شورای گذار به دموکراسی، تمام این جریانات که معتقد هستند به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، استقرار دموکراسی و اینکه کشور بر اساس مشارکت و عدم تبعیض اداره بشه آماده گفتگو نشست هستیم و دقیقا هم باید که از این منظر بگذره. من یادم رفت که به مجاهدین اشاره بکنم، حتی مجاهدین، چون قبلا ما در شورای ملی مقاومت با اونای همکاری هایی داشتیم، بعد دیگه از اون شورا خارج شدیم. یعنی میخوام بگم این حزبگرایی نبایدی مبنا باشه و اصولا اگه ما همدیگر رو قبول بکنیم، این واقعیت رو قبول بکنیم که ایران یک کشور متنوع است، تعدد داره، تعذب داره و دموکراسی تجربه نشده، حالا فرصت مناسبی هست که در خارج از کشور ما دور هم بنشینیم یه نسخه کامل داشته باشیم برای آینده ایران. بسیار خوب. آقای نوری‌زاده، سازماندهی به نظر شما چطور ممکن شکل بگیره در مورد صحبت آقای عزیزی اگر صحبت دارید؟ یه دقیقه. همون هم این اشاره رو بکنم که مجاهدین رئیس جمهورشون رو دارن، اونا با ما کاری ندارن، ولی در همه نشسته و گفتن اگه مجاهدین بیان خیلی ویل کن، ولی اونا برای خودشون ساز خودشون میزن. اما ببینید تشکیلات درست کردن الان منظور نیست، الان منظور اینه زیر یک سقف انسانهای بنشینن حدود توافقشون رو روشن کنن. همه الان دموکراسی میخوان، آزادی، برابری، تساوی، رفع هر نوع تبعیض مذهبی، قومی، غیره و سکولاریزم. این یک اصل مسلم و مهمه، سکولاریزم ملی باید روش تعامل کرد و بنابراین من معتقدم الان نمیخواد ما مانیفست بنویسیم، الان همین چارچوبایی که سرش توافق داریم که دعوامون هم نخواهد شد. من البته روزنامه‌نگارم، من بیرونم دارم فقط شرح میدم، ولی میشود به توافق رسید و مقدمه آن چیزی شد که کاک خالد گفت رسیدن به آلترناتیو. این میتونه مقدمه رسیدن حداقل به طرح آلترناتیو باشه تا بعد در فردای آزادی ایران مجلس مؤسسان یا رفراندوم تکلیف نوع نظام رو مشخص. بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان امشب، شهریار آهی تحلیلگر سیاسی، خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران و علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب. سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بکن.